شام یک نکته از این معنی گفتی ما همین باشه. دکتر تا 4-5 سال پیش التماس همو میکرد برم تو خونهش بشینم، حالا بر من اجاره میبره بالا، بچه سوسول. حالا اینکه ناراحتی نداره پژمان جون، چیزی که زیاد خونه است. خیلی خونه توپی بود، استخر سونا، جکوزی، لابی شیک، دو تا پارکینگ، چه ویوی. من عمرن دیگه نمیتونم چه خونه‌ای پیدا کنم. خواهر شما که میگی هوای بچه‌ها رو داره، اصلا یادش رفته بره دنبال بچه‌ها. اصلا حواسم نبود. خب حالا بجوم دیگه، برو دنبالشون. الان وسط حیات همینجوری علاف موندن بچه‌ها. خب عزیزم من که الان نمیتونم، شما برو دنبالشون. تو مگه نمیتونی بری؟ کجایی؟ جوره وزارت کار نشستی. دم وزارت کار چیکار می‌کنی؟ واقعا جالبه. بودجه پژمان جمشیدی برای خونه‌ای که مناسب پژمان جمشیدی باشه کافی نیست. باید حواست به دخل و خرجت باشه. زیادی خرج نکنی. باشه، با تو هم دیگه نمیخواد هی این شرایطو تو سر من بزنی. یه ویلایی دارم براتون تو الهیه، 1000 متر زمین، 800 متر بنا. سوپر لوکس، استخر سونا، جکوزی، همه چیش فوق‌العاده است. قیمتش هم مناسبه. ایول من همینو میخوام. قیمتش مناسبه یعنی چند؟ 800 میلیون. نه، ما برای اجاره میخوام، نه برای خرید. 800 تومن رهن کامل. 800 میلیون تومان. این آپارتمان جنگولی به دردتون نمیخوره. باید یه دونه آپارتمان کوچولوی جمجور وسط پیدا کنیم. تموم. گرفتم. چش بودی خول. این خونه سخت نداره. خونه پشمان چمچی دستت نداشته باشه. تو اصلا شنا بلدی؟ آسانسور نداره؟ نه، نداره. بابا اشکال نداره، تو که ورزشکاری. بابا وحید این پارکینگش ریموت هم نداره. اینی که هست. ریموت نداره. بفهمی. یه آشپزخونه‌شه. اینجا توالتشه. بفهمی. خیلی ممنون. توالت. بفهم. اینجا همباری بزرگی بریز توش. و اینجا کش هست ما رو برداشتی آوردی؟ چشه؟ دسترسی رو نهیدی؟ دسترسی چی؟ اینجا خیلی مزخرفه. ببخشیدا ولی فوتبالیست هم فوتبالیست های قدیم. من یه روز با آقای کرمانی مقدم 18 تا خونه دیدیم. آخ نگفت، تازه میگفت بازم بریم ببینیم. یه همچین بدنی داشت. باز که داری میری بالا، میگم پولت نمیرسه. تو کارت نباشه، یه فکر توپ زده به سرم. فکر توپی نبود؟ چرا خودش؟ کلن هر اشکا همیشه حال من خوب میکنه. آره به من خیلی آرامش میده. چقدر دارم آروم میشنم بریتون. قبلنا خیلی بیشتر آروم میشه. خیلی آرام باش. من فکرامو کردم، من تو این خونه ها نمیتونم زندگی کنم. میدونی من چی لازم دارم؟ ویو. اینجوری نمیشه، بس هرچی بی پولی کشیدیم، باید مخمونو به کار بنزیم. باید حسابی پول در بیاریم، پول زیاد. به نظر من ویو خونه از همه چی مهمتره. اصلا من اومدم دفاع بازی کردم برای همین، چون جلوی مدافع همیشه فضای باز هست، وگرنه میرفتم فوروارد بازی میکردم. من استعداد تجارت دارم، فقط بعد شانسی آوردم. این بازیکن آفریقاییه بعد منو زد زمین. اسمش چی بود؟ موتومبو؟ موتومبا؟ چمن. حیات خونه باید چمن داشته باشه. گل و گیاه و درخت نمیخوام، فقط چمن. چمن. هپاتیت داره که داره. بخوره به کسی میگیره؟ مگه سرماخوردگیه؟ من تو یه کتابی خوندم آدم هر چی از ته دلش بخواد بهش میرسه. بجون یه لحظه باشه. بجون بیا. تو این کتاب میخونی؟ اه. خیلی زیاد. بجون. هدیه از ما هم بیشتر، اون به هدیه گفته بود. بفهم. اصلا نویسندش آدم کله یا گفته هر چی از ته دلت بخوای بهش میرسی، گفته همه چی تو این دنیا ممکنه. همه چی؟ همه چی؟ همه چی؟ یعنی ممکن الان نفر بعدی که در وام کنه بیاد تو آقای رویانیان باشه، یا یعنی تو رو ببینه بگه آقای جمشیدی شما اینجایی، من دنبال شما میگشتم، ماهینی مصدوم شده، میخوام سمت راست پرسپولیس شما بزنم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ حال شما. یعنی میشه؟ ولی من دلم روشنه پژمان. راست میگی؟ جون تو، فکر میکنم همین روزا یه راه خوب واسه من تو باز میشه. واسهش منم همینجوری فکر میکنم. مرگ من؟
مرگ تو. فکر میکنم همین روزه یه خبر خیلی خوب بهمون میرسه. خدا رو شدیدی. شاید همین الان که ما داریم حرف میزنیم معامله درست میکنیم تو هند دارن فیلم بازیه تو رو نگاه میکنن. اه عمر تو هم من بیشتره. همین الان میخواستم همینو بگم. بیا جلو. بی خیال. آی آقا اصلا من فکر میکنم آینده من تو هند رقم میخوره. احساس منم هیچ وقت به من دروغ نگفته ها. دانه دانه هم. من اصلا به این حرفا کاری ندارم، این مشکل شماست. من وظیفم بوده پولو به موقع به شما تحویل بدم که این کارو انجام دادم. شما وظیفت اینه که کارتو درست انجام بدی و به موقع. بله بی خود، من فردا صبح میام دم مغازت، یا کارای من آماده است تا 9 صبح، یا اگر آماده نبود بلدم و جور دیگه ای باهات رفتار میکنم. تمام. ببخشید آقای دکتر، سه روز دیگه نمایشگاه داریم، هنوز کارامون آماده نیست. طور خدا میبینین چقدر مردم بدقولن، آدم عصبی میکنن دیگه. نمایشگاه عکس بچه های طلاقه، حتما براتون کارت میفرستم و میایین. خیلی لطف میکنید، فقط الان میخوام ازتون خواهش کنم که تلفنتون رو خاموش کنید لطفا. میخوام تمام تمرکزتون روی صحبت های من باشه. باشه؟ شما لازم نیست نگران تمرکز من باشین. شما نمیدونین که تمرکزی که من دارم هیچ کس نداره. یعنی بهرام هاج و واج میمونه که من این همه کارو با هم هندل میکنم. بله. همش فکر میکنم بهم حسودی میکنه. گفته بهتون نه؟ بهم حسودی میکنه. نه خیر، چیزی نگفتن. در واقع چیزی که من حس کردم اینه چی میگه بهتون آقای دکتر؟ میگه من به بچه‌هام رسیدگی نمیکنم. واقعا اینو بهتون میگه؟ من میخوام بدونم چی میگه. اینا همش بهانه است آقای دکتر. نگرانی ایشون بیشتر در مورد با کار من مشکل داره. من میدونم با کار من مشکل داره، میدونم. آقای دکتر شوهر من مرد خوبی ها، ولی مشکل اون نیست. من خیلی ازتون عذر میخوام، خیلی ازتون عذر میخوام. این مشکل همه مردای ایرانیه، از شما گرفته تا کارگرش. همتون با کار کردن خانمتون مشکل دارین. چرا؟ چون این در ذاتتونه، در قاموستونه. اینجوری تربیت شدین که دوست دارین زنتون بشینه تو خونه غذا درست کنه، بچه بزرگ کنه. خب نمیشه دیگه. خب من تصور میکنم حفظ ببخشید عذر میخوام، من آدمی هستم که برای جامعه مفیدم. من منشأ اثرم. من بشینم تو خونه به جامعه هم ظلم کردم، برای چی باید بشینم تو خونه؟ آقای دکتر فکر میکنه من بچه کوچیکم همش نگرانمه؟ بابا جان من یک شخصیت مستقل اجتماعی ام، کلی آدم تو کارم از من حساب میبرم. من خانم جمشیدی ام نه خانم ناصحی. طبیعتاً گاهی اوقات ایشون نگرانه. وای بارکلا آقای دکتر، همش نگرانه، یعنی دائم نگرانه. نگران نباشه یه چیز عجیبیه. پریروز یک روب رفتم دیر دنبال بچه ها، قشقرقی به پا کرد که نگو، خودشو کشت که چی شده. بابا خودم اینقدر نگران یعنی چی؟ بچه های مردم سر خیابون دارن گل میفروشن آقای دکتر. آیا بچه های ما خونشون رنگین تره نیست؟ نه اینکه با کارات مخالف باشم ها، اصلا 100% موافقم و پشتتم. این خیلی خوبه که به فکر جامعه و محیط زیست و اینجور چیزایی. منم هستم، ولی حرف من اینه که نباید اینجور کارا باعث بشه که ما از بچه هامون غافل بشیم، کمتر بهشون برسی. ببین پریروز داشتن یه فیلمی میدیدن، مرده داشت پای خودشو اره میکرد. امروز هم که یک ساعت و نیم جلوی در مدرسه علاف موندن تا من برم دنبالشون. یک ساعت و نیم. منم مرد قدیمی نیستم که، خیلی هم مدرنم، ولی میدونی چیه؟ تحملم حدی داره. متوجهی چی میگم؟ خب یه جایی اون وقت میرسه که منم قاطی میکنم، مخصوصا در مورد بچه‌هام اصلا شوخی ندارم. میشنوی چی میگم؟ پریسا دو ساعت اون تو داری چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ معتاد شدم لابد. بابا نشستیم رو آسفالت یخ کردیم امروز تو خیابون، سر کلم داشتم بخور میدم. این چه حالی دارم؟ نشنیدی من چی گفتم؟ نه نشنیدم. بابا یک ساعت دارم باهات حرف میزنم. یک ساعت ببخشید. خب الان گزیده مطالب تو دوباره بگی. هیچی، داشتم میگفتم که امروز یک ساعت و نیم بچه‌ها جلو در مدرسه علاف من موندن. الهی مادرشون براشون بمیره. اشکال نداره، ولی به جاش به بچه‌های مردم خدمت کردیم، جواب داد. دست درد نکنه. پریسا یه خواهشی دارم ازت. جانم. میخواستم ازت خواهش کنم یه خورده برای بچه همون بیشتر وقت بذاری. باشه چشم. باشه؟ آره حتما.
راست میگی؟ وا تو تا حالا از من دروغ شنیدی؟ حالا ببین چقدر با هم دیگه هم فکریم. امروز خودم هم داشتم دقیقاً به این موضوع فکر میکردم. چقدر عالی. میدونی ما نکه پسر بچه هم داریم، من روی این موضوع خیلی مطالعه کردم. پسر بچه ها باید رابطه شون با مادر تنگ و تنگ باشه. من واقعا باید واسه اینو وقت بذارم، انرژیمو براشون بذارم. مادر بودن خیلی سخته، تو هیچ وقت اینو نمیفهمی برا. چرا من که میفهمم، تو نمیفهمی. بله منظورم اینه که خیلی بابتم از این که تو هم متوجهی. آها خوشحالی؟ بله خیلی خوشحالم. آره متوجهم و در اولین اقدام فردا میخوام تمام روز با پسرام باشم، میبرمشون با خودم بیرون. عالیه. به نظر من کجا میخوای ببریشون؟ فردا بذار ببینم فردا برنامه‌ام چیه. آها کمپ زنان بی سرپرست، اتفاقا خیلی برنامه جالبیه. میدونی اینجا یه جاییه که زنایی که فقط تو زندگی ازشون فرصت تریخ شده تازه شکفتن، استعدادا بروز کرده، شوق زندگی، میز میچینن از این ور تا اون ور، کارهای دستی، شیرینی، غذای خوشمزه، رنگاوارا. گله بمیرم با چه ذوقی. تو مثلا فردا نهار بیا پیش ما، منم آژانس میفرستم، بچه‌ها رو از طرف مدرسه میاره اونجا، چطوره؟ پریسا منظور من این نبود. عزیزا ما که نمیتونیم مثل نسل گذشته مثل عقاب بچه‌هامونو بپاییم. عزیزم پاشو گردن پدر رو صاف کن تا واسط بگم. ببین ما فرق میکنیم، ما کارمون زیاد مشغله داریم، باید حواسمون راست، یه ذره راست. چه بیدارش نکنی. خوبه خوبه، ما با حواسمون به بچه‌هامون باشه. خب بالاخره روش داره، راه داره. تو الان بگو منظور چی بود؟ آه منظور من این بود که یه خورده بیشتر به بچه‌ها برس، به کاراشون برس، به درساشون برس، از همین کارهایی که بقیه مادرها میکنن. نگاه من با بقیه مادرها فرق داره. من درسو تو چیز دیگه میبینم. من درسو این میبینم که بچه با اجتماعش آشنا بشه، بچه مفهوم فقر رو بفهمه که چیه. تو دوست داری بچه‌ت مثل این بچه پولدار لوسا بار بیاد؟ واقعا نه، منم دوست ندارم، کاملا باهات موافقم. ولی آخه میدونی اونا موقعی که از مدرسه میان خستن دیگه، حال این کارا رو ندارن. خستن؟ بچه های ما خستن؟ بچه های ما خستن؟ یا اون بچه که از مدرسه میاد یا اصلا مدرسه نمیره، زور میاد سر چهار وای میسه، آدامس و گل میفروشه، تازه به صورت اون بچه نگاه کردی؟ فریسا حالا خودت ناراحت نکن. میبرمشون. خیلی هم ازت ممنونم که این تلنگو رو بهم زدی. پس فردا میبرمشون کمپ زنان معتاد. کجا؟ کمپ زنان معتاد. بچه های منو میبری کمپ زنان معتاد؟ معتاد؟ بله میبرم اونجا تا ببینن اینا پسرن، بذار آشنا بشن، بفهمن که دردای جامعه همون چیه، بذار ببینن که هیولای دو سر اعتیاد چه بر سر آدمو میاره. خیلی ممنون پریسا، تو به کارات برس، من خودم میرم دنبال بچه ها. باشه؟ نه نه نه، من واقعا تلنگر هرد بهم. من بچه هامو میبرم یک هفته تموم وسط جامعه، دردا رو ببینن، میبرمش. برام بوی چیه؟ از این بر نیست، از آشپزخونه هم نیست، چیزی رو گاز نداریم. بوی دوده. آره یه جوری بوی سوختنیه. بوی سوختگی میاد. آره آره آره. ببخشید بابا، من اتاقمون رو آتیش زدیم. چی؟ آتیش گرفت. کیه؟ چه خبره؟ الان صحبت ما این نیست، من فقط میخوام بدونم که شما آقای دکتر هرچی بهش میگم این دوتا پسر بچه باید مستقل بار بیان، نمیذاره. میگم اینا لوس و نونار میشن و بذار خودشون برن بیان، مترو سوارشن، با اجتماع رو برشن. مترو چقدر جای آموزنده ایه. اصلا مترو ترس داره آقای دکتر، نمیذاره اینا مترو سوارشن. اصلا نمیدونین چجوریه، هرچی من در صلح، در آرامش، در دوستی با جهان اطرافم، این استرس داره، تمام مدت نگرانه. الانم تازگی توهمی شده، برگشته من میگه این بچهای ما خشم فرو خورده دارن، دارن خشن میشن. اصلا خشن میشن، من میخوام یکم خشن بشم. پسر بچه‌ان باید خشن باشن. همین پژمان ما، شما نمیدونی این بچه بود، آی وحشی بود، آی وحشی بود. الان ببینین اصلا روانه بود اون موقع ها، الان خیلی جوونه برومندی شده، ما بهش افتخار میکنیم. به پژمان خانم، پژمان برادرمه، میشناسینش که؟ بله بله بله، خانم جمش، خانم ناس جمشیدی. میشه یه لحظه فقط اجازه بفرمایید؟ کلا درگیری داره با جهان اطراف، یعنی همش معذبه، آدرس گم میکنیم امکان نداره بپرسه. همین چند سال پیش پاشتیم رفتیم کیش، شما نمیدونین چیکار کرد. یه رو ببین بچه‌ها تو پاساژ گم شدن، اصلا داش میمرد، قلبش میزد، رنگش عوض شده. هرچی بهش میگم بهرام جان آخه بچه تو جزیره‌ای که دورش آبی گم میشه، خب بالاخره پیدا میشه دیگه، تو پاساژ این همه مغازه دار بچه گم میشه. گم نمیشه که بچه، تو داری به خودت فشار میاری. هنوزم یادش میفته قلبش داره میاد تو دهنش. آخه نمیدونین که آقای دکتر اصلا خیلی معذبه. خانم جمشیدی اجازه میدید من چند کلمه صحبت کنم؟ بله حتما. میتونم شروع کنم؟ اجازه میدید؟ بفرمایید.
فقط اینو بهتون بگم که دکتر روانشناس اینجا من هستم، اگه اجازه بدین حرفم. خب معلومه، من اومدم اینجا که شما حرف بزنین، اجازه منم دست شماست. فقط برای اینکه بهتون کمک کنم میخوام بهتون اطلاعات بدم. یه جمله مونده بهتون بگم، اصلا به ظاهر آروم شوهر من نگاه نکنین، کاملا دعواییه. شما نمیدونین چه آبروی از آدم میبره. یه دفعه تو خیابون فکر کنین شوهر آدم حسابی، آدم کتشو در بیاره بپره رو کول مردم، آی به کتک زدن. حرفتون تموم شد خانم؟ بله. میخوام خواهش کنم حرفای منو مطلقاً قطع نکنید و فقط گوش کنید لطفاً. واه، خب بفرمایی. اینا میگن خودش مشکل داره. نکته‌ای که در مورد شخصیت شما توجه رو جلب میکنه اینه که بفرمایید. ببخشید آقای دکتر، پیک اومده با خانم جمشیدی کار داره. بله بله، من چیزی سفارش دادم، اگه اجازه بدیم بیاره برام تو. ببخشید. خواهش میکنم. پیتزا چقدر شده؟ 12 تومن. اینجا خب بهش میگم مدیریت زمان، شما حتما خوب بلدید. امروز کارم خیلی زیاد بود، گفتم همینجا نهارم بخورم. بفهم مدیریت زمان. این چیه؟ نوشابتون میگه؟ این نوشابه من نیست، من این نوشابه کوچیک رژیمی سفارش دادم. این چیه؟ همینو من دادم. شما پولو پس بدید. بفرمایید اینو ببرین، نوشابه منو برگردونین تا هم شما یاد بگیرین کارتون رو درست انجام بدین، همون تلفنچیتون بفهمه مسئول در مقابل مردم درست به حرفشون گوش بده. متوجه شدین؟ بله. بفرمایید. گلم یه لیوان آب واسه من میاری؟ چش. سبزیجاته. بله نوش جان، پیتزا. خب حالا دیگه شما با خیال راحت حرفاتونو بگین آقای دکتر، من خوب گوش میدم. نوش جان. بفرمایید. نوش جان. این چرا گیر کرده؟ بابا کمک! کمک! باشی سرجاتو ببینم، باید تا بهتون میگم کارو دارم. دوباره چی تان شده؟ الان بهتون میگم چی شده. وای نمیسین دیگه، وای نمیسین، الان بهتون میگم. بذار چیکار کردم؟ چرا انقدر شما دو تا شیطونه میکنید؟ بابا این پلی استیشنتون رو که انداختم تو کوچه درست میشه. بابا نداره. بابا بهرام تو رو خدا بیا بیا نگاه کن، کارنامه هاشونو ببین. وا خراب کردیم که خراب کردن، افتضاح کردن. اینا بعد یک ماه تموم تو خونه تکون نخورن. امشب هم از شام خبری نیست. دیگه انقدر زیاده روی نکن. بازم بهرام. بازم چی؟ ای جلو بچه ها قرار بود با هم دیگه جر و بحث نکنیم. تو چی جلو بچه ها و باباها؟ خیلی خب ببخشید، برو تو آشپزخونه با هم حرف بزنیم. باشه بمونید همینجا، هیچ کی نیاد تو آشپزخونه. برو کنار ببینم. همش با من تو بحث کنی. من با تو هیچ بحثی ندارم، کاملنم باهات موافقم. باید تنبیه بشن ولی با صحبت، نه اینکه بهشون شام ندی. باور کن باور کن، اگه تو امروز جای من تو مدرسه بودی معجزات بدتری براشون در نظر میگرفتی. نمیدونی چقدر اذیت شدم، چقدر خار و خفیف شدم، چقدر سرافگنده شدم. بابا جلو اون پدر مادرایی که همه نمره های بچه‌شون عالی بود همینجوری وایساده بودن، اصلا یه حالی. واقعا مادر اینجور وقتا زجر میکشه. آخه چرا اینجوری میکنی؟ چرا همش ادا در میاره؟ چرا فکر میکنی من مسئولیت عالیم نیست؟ هی بگو من حواسم به بچه ها نیست. من حواسم نیست، با تمام عشقم امروز تمام وقت در اختیار بچه هام بودم، تو مدرسه شون بودم، تمام وقتم امروز گذاشتم واسه اینکه به این کارنامه این موضوع رسیدگی کنم. البته آخرش پدر همه شون هم در آوردم. پدر کیا رو؟ همه شون، مدیر، ناظم، دفتردار، آبدارچی، هر کی اونجا بود همه شون رو. آخه برای چی؟ برای چی؟ برای چی یعنی چی؟ بهشون گفتم شما واقعا فکر میکنین دوتا بچه با این آیکیو بر نمره هاشون این باشه؟ نشستن هی به من میگن بچه هاتون حواسشون پرته، بچه هاشون شیطونن. گفتم خیلی خوب شما لطفا بشینین، شما که مدرک این کار دارین، شما که درس خوندین. قشنگم حرف زدم، لبخند میزدم آروم، گفتم شما به من میگه خب بچه های ما باید چی کار کنم؟ شما باید یه کاری کنین بچه علاقه من بشه. آخه این چه سیستم آموزشیه که بچه رو پس میزنه از درس خوندن؟ بعد به من دوباره میگفتن نه اینا حواسشون پرته. آخر سر انقدر اونا گفتم منم حرف خودم زدم، گفتم خیلی خوب شما هیچ کدومتون آدم نیستین. با همین لحن گفتی؟ آفرین بابا، آره چلا خیلی خوب حرفای زده ایم. ببخشید ما داشتیم خصوصی صحبت میکردیم. راحت باش. بله
یعنی تو همین جوری با همین لحن باهاشون حرف زدی؟ نه اینجوری که نه، تو الان تو خونه هی میگی داد نزن اینا. بلندتر صحبت کن. بله؟ میگم بلندتر صحبت کن، من سمعک دارم. بله. نه بابا تو میگی داد نزن و اینا، من تو خونه رایت میگم، اینجوری حرف زدم میپیچید صدام تو مدرسه بلند. آره چلا بابا خانم رحیمی قش کردش آبغند دادن. بابا ماما خیلی خفن بود. میخندی؟ خجالت نمیکشی؟ خنده داره بی ادبا؟ وایسا ببینم چرا اینجوری حرف میزنی؟ برای چی بچه من خجالت بکشه؟ این لغتهای سرکوب کننده چیه؟ این خشونت پنهان از کجا آوردی تو؟ خشونت پنهان من که بهتر از خشونت آشکار تو، جلوی تلویزیون داشتی بچه ها رو له میکردی. اون خشونت نبود، اون چهار تا دونه تشر مادرانه بود. تو آخه ببین چی کار میکنی، ببین چه روزی بهت گفتم این بچه ها ازت دور میشن. و بهرام این رفتار تو تاثیر منفی میذاره رو ناخودآگاه بچه ها. بفرما. رو ناخودآگاهشون تأثیر منفی گذاشت، تأثیر توه. ببین اصلا رنگ به روشون نیست بچه ها، برو کنار ببینم این مفهوم خانواده هم؟ نه مفهوم خانواده تویی. تنش ایجاد میکنی دیگه، بچه ترسیده بیا پایین. باباست نترسینا، بیا مادر تو آشپزخونه. مگه من هیولا بیا به تو آرومشون کنم دیگه. بیا همه ایسی رو سری پژمان. پژمان؟ بله میدونشی آقا بهرام، از قدیمان از این گفتن اولادی حلال زاده به دایش میدونی. این که ضربال مسئله، همینجوری یه چیزی گفتن. نه بابا ضربال مسئله، ببینم ورزششون چند شده ها؟ یکیشون 20، اون یکی هم 20. ای تنها 20 کارنامه شون همین ورزش. اون وقت انضباطشون چنده؟ یکی 12، اون یکی هم 13. کدام یکی 12؟ من. کدام یکی 13؟ من. اصلا خودی پژمانم واقعا؟ ببین بیا اگه الان آرامش داری با پسر رو طرف بزن، من آرامشون کردم. بیا. بله دارم. بیا شما بفهم. بابا اومده حرف بزن، نترس مامان، باباز کاری نداره. این چه طرز درس خوندنه؟ این چه نمره؟ عزیزای من چرا درس نمیخونی؟ مشکل کجاست؟ من نمیفهمم واقعا. حالا این ریاضی، بله بعضی ها استعداد ریاضی ندارن، مثلا مثل همین پژمان خودمون. خب خیلی ها استعداد ریاضی ندارن، ولی مثلا چه نام علوم، خب علوم هم درس سختیه. آها علوم رو میتونم چیز کنم، مثلا برای تو معلم خصوصی بگیرم. خوبه؟ معلم خصوصی کی؟ لازم نیست، این همه درس خوندم خودم بهشون درس میدم، نمیخواد کسی بیه دیگه. چه بهتر، مادرتون بهتون درس میده دیگه. او مثلا جغرافی، آخه جغرافی درسیه که آدم نمرهشو کم بگیره؟ مگه نمرهاشون چند شده؟ یکیشون 3، اون یکی هم 3.5. کدام یکی 3؟ من. کدام یکی 3.5؟ من. من نمیفهمم واقعا، پدرتون ناسلامتی آژانس هواپیمایی داره، اون وقت جغرافی 3 و 3.5؟ بابا چه ربطی داره؟ عینی دایشون، اونم همیشه با پایین ترین نمرش جغرافی بود. واقعا؟ راست میگی، اون کلن جهتیابی حالیش نمیشد. یادتونه چی کار کردیم تا دست راست و چپشو یاد بگیره؟ آخر سرم نفهمید کدوم بکنه. آریسا من فکر میکنم هنوزم که هنوزه دستی چپ و راستشو نمیشد. تو برو خدا تو شکر کن، پژمان یک بچه ای بود، یک بچه ای بود، خدا مامانم رحمت کن. بابا یادتونه یه بار اتاقشو تنهایی آتیش زد؟ ایه خب کار خوبی نکرد؟ بله راست میگن چه اولادی حلال زاده به دایش میره. اینا هم به پژمان رفتن. پریسا جون قربونت بابا، این قرص منو بده بخورم. چشم. بچه ها دست چپتون کدومه؟ دست راستتون کدومه؟ این راسته؟ پس چپ چیه؟ این چپه؟ چپ کدوم؟ راست کدوم؟ چپ کدومه؟ راست کدومه؟ چپ کدومه؟ چپ! چپ! بابا چپ! بگی چپ! ای وای ببخشید، باید من همه چپ و راستم قاطی میکنم. حالا چپ و راست اشتباه میکنی؟ آدرس ساندویچی خودت هم خیلی بلد نیستی؟ اصلا وید مسئله چپ و راستم نیست، من کلن جغرافی هم تعطیل. بخی مربی ها چی میکشی در دست تو؟ چجوری حالیت میکنن جنه چپ و راستو؟ اوه آفرین، خیلی به نکته ظریفی اشاره کردی. وای تاله دقت کردی جناح راست یه تیم جناح چپ تیم حریفه؟ بذار توضیح بدم برات. یعنی مربی به من میگه که آقای پژمان جمشیدی از جناح راست نفوذ کن، تو همون لحظه مربی تیم حریف به دفاعش میگه آقا نذارید پژمان جمشیدی از چپ نفوذ کنه. همون لحظه
یعنی من همون لحظه که دارم از راست نفوذ میکنم همون لحظه دارم از چپم نفوذ میکنم. عجیب نیست؟ جالبه، حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. اصلا خیلی عجیبه، خیلی مفهوم عمیقی داره ها. آره، یعنی یه چیزی که راسته میتونه چپ باشه، یه چیزی که چپه میتونه راست باشه. جالبه. اصلا چرا راه دور میری؟ عین خود زندگی دیگه. حالا ساندویچ میخوای بری چیکار؟ من میخوام برم تعریفم با این عشقی روشن کنم. چرا؟ چی شده؟ او گندش رو درآورده، همه شریک دارن، ما هم شریک داریم. مردم یه دکه ذرت نگیزی میزنن، چهار تا خانواده رو نون میدن. ما هر بار به این گفتیم پول بده، گفت ندارم، بازار کساد، مشتری نداریم. نمیشه اینجوری وحید که. تقصیر خودته دیگه، بالا سر کار نباشی همین. توقع داری پژمان جمشیدی بره سوسیس بندری به پیچه بده دست مردم؟ شلوغش نکن، باید بری سر بزنی، اوضاع بیاد دست سرکشی کنی. اینجوری از این اتفاق هم نمیفته. ما قرارمون از همون اول این بود که اون کار کنه، سهم بیشتری برداره، نه دیگه همش رو برداره که. شاید تفری راست میگه، مشتری نیست. چرا قبلا داشتیم؟ یهو همه مشتری آب شدن رفتن زیر زمین. چی بگم؟ ببیچ راست، ببیچ راست بابا، راست آقا، راست. یادش بخه تیمو ببین بعید، نفراتو استقلال هم همین بوده. بهت بگم اون موقع همه واقعا نسل طلایی فوتبال بودی، ما نسل طلایی فوتبال بودی. این اینجا اینجا این خود عنایتی بازیکن بزرگی بوده، ولی خب دیگه سر زدن رو سر من کار هر کسی نبود. نه فقط سر زدن، کسی از بغل من رد نمیشد، یعنی جرأتشو نداشت. این عکس، این عکس درگیری شده بود بعید، دربیه یادته درگیری شد. من هم پشت میگفتم علی آقا آرومشون کن. خب نوازی هم با یه ترسی و واهمه‌ای داشت به من نگاه میکرد و ایسا افتاده بود و یه درگیری بود، یه درگیری بود. علی آقا هم، خب من با علی آقا خیلی ندار بودم، داشتم با علی آقا بازی رو آروم می‌کردم. اگه نگاه کنی بازی هم تقریبا داره آروم میشه. دقت کن وحید. بابا وحید، دو ساعت دارم برات خاطره تعریف می‌کنم ها. پژمان هل کن دیگه، هزار دفعه این خاطره تعریف کردی. این تفلک دروغ هم نگفته، تو این ساندویچی پرنده هم پر نمی‌زنه. وحید قبلا اینجوری نبود. کریم، بله آقا جمشیدی. این عشقی کجاست؟ امروز یکم حالش ناخوش بود، رفت خونه. بفرما. مغازه رو ول کنیم به امون خدا، همین میشه دیگه. حالا واسه چی مشتری ندارین؟ چند وقتی هست که اینجوریه. چرا؟ از وقتی این پیتزایی سر خیابون باز شده اینجوریه. مشتری ها ما هم میرن اونجا دیگه. نه اینجا بشین. نه چیه؟ غذاش هم بهتره؟ هم غذاش بهتره، هم شیکتره، هم به خاطر صاحبشه. صاحبش مگه کیه؟ آقای خسرو حیدری. حالا فدا سرت، یه دوتا ساندویچ میزنیم میریم سراغ کارکسبیمون. کریم جون ساندویچ درست حسابیت کدومه؟ ساندویچ درست حسابی نداریم که نمیشه که، بالاخره یه کدومش بهتره. خودت از کدوم میخوری؟ ما هیچ کدوم، غذا از خونه میاریم. یعنی اینقدر ساندویچتون بده؟ حالا چه عرض کنم، یه بار ناهار نیورده بودیم از ساندویچ اینجا خوردیم. آقا چشه روز بعد نبینه، جد آقا دم اومد جلو چشم. تا یه هفته جلو در تولد بودم. بلنش آقا بارو به کارت برست، نشستی اینجا عراجیف میگی. واسه همین مشتری ندارین دیگه، یه فکری باره کیفیت غذاتون باید بکنین دیگه. بجما آقای جمشیدی. آه حالت خوبه؟ آره. واسه پیتزایی خسروی داری ناراحتی؟ فکر کن من برای پیتزایی کسی ناراحت باشم. خسروی داری میتونه کاری کنه بجما جمشیدی ناراحت باشه؟ مطمئنی؟ یه حرفایی میزنی ها، چرا باید ناراحت باشم؟ بذار اون بنده خودم 2000 کاسب بشه دیگه. منم که این ساندویچی رو برای پولش باز نکردم که. من هدفم این بود که غذای خوب دست مردم بدم. ولی یه خود فکر پولم میکردی بد نبود، حداقل الان بی خونه نبودی. تقصیر من نیست که خونه همینجوری قیمتش میره بالا، تقصیر وزیر خونه است. بهونه نیار، اون موقعی که قرارداد اونچنانی میبستی بهت گفتم فکر آینده باش، پول تو بریز توی یه کار، گوش نکردی که. ما اینجا رو خریدم دیگه. اینجا رو نخریدی، سه دونگشو خریدی. بعدش هم اون همه پول درآوردی سه دونگه یه مغازه 4 متری، بقیه‌اشو چیکار کردی؟ ماشین خریدم. خب وسایل خونه خریدم. اونا که پول یه نیم فصله، بقیه‌اشو چیکار کردی؟ واقعا چیکار کردم باید پولامو؟ هیچی، ریختی دور. سالی 10 بار رفتی دبی و ترکیه و تایلند. بقیه‌اش هم که خرج هدیه خانم کردی. بعد به فکر زن آیندم باشم، بعد مرد خانواده باشم. مرد حسابی، همه هم دوریای تو یا کارخونه دارن یا نمیدونم تولیدی پوشاک دارن یا برج سازن یا رستوران زنجیره‌ای دارن. اون وقت تو چی؟ یه دونه ساندویچی پیزوری داری که سر زور هم اینه قبرستون میمونه. گیر نده بعید تو هم دیگه. ببینم این عشقی کجاست. کریم، کریم
کلی؟ بله آقا. بابا میگم این عشقی کجاست؟ گفتم که ناخوش بوده رفته خونه. آخه یعنی چی رفته خونه؟ مگه خونه خاله است؟ من پولم از سر راه برداشتم. خب همینه که اینجا پرنده پر نمیزنه دیگه. نه آقا گفتم که اینجا واسه پیتزا فروشی خسرو حیدری که اینجوری شده. اصلا بعد برم تکلیفم باهاش روشن کنم. با خسرو حیدری؟ خسرو حیدری برای چی؟ با این عشقی؟ برم بگم یا بیا درست کار کنه یا سرمایه منو بخره پولمو بده بذار برم. خیلی خوب حالا خودتو کنترل کن، بنده خدا که گناهی نکرده. گفت که مال پیتزا فروشی خسرو حیدریه دیگه. ای بابا. خیلی خوب بابا. خدا حافظ آقا. میخوای بریم تو؟ چرت نگو بابا، پژمان جمشیدی بره رستوران خسرو حیدری. حالا اگه رستوران علی دایی، کریم باقری، خدادادی بود یه چیزی. اونجوری هم که کریم میگفت شیکه و شلوغه نیستا، خبری نیست. ولی بدم نیستا. چرت نگو بابا، رستوران شیک و شلوغ میدی تو عمرت، حق داری. خیلی خوب بالا. میخوای بریم یه سرگوشی آب بدیم ببینیم چه خبره؟ گیر دادی یا چه خبره؟ اصلا چه خبری میتونه باشه؟ حالا اگه تو میخوای بری ببینی چه خبره برو. باشه مطمئنی نمیای؟ آما این من فضولم، الان هم دیدم تو کنجکاوی گفتم برو. خیلی خوب پس من میرم یه سرگوش آب میدم، دو تام ساندویچ میخرم و میام. چی کار میکنی؟ ساندویچ میخری؟ از خسرو حیدری؟ بابا گشنمونه، نهار نخوردیم. بی خود کوف بخورم بهتر ساندویچ خسرو حیدری رو بخورم، درد بخوری. باشه بابا تو نخور، یه دونه واسه خودم میگیرم. خیلی خوب بابا باشه میرم یه سرگوش آب میدم. یه وعید زود بیا، یا زود بیا. آقای جمشیدی سلام. بله آقا پژمانی که. سلام بچه‌ها. شما مثل اینکه مشتری آقای حیدری هستی. نه من یه ساندویچی پایین نداری. چرا اومده بودم داشتم رد می‌شدم. خسرو ما چه غذایی داره که دیگه پرسپولیسی هم حتی میان اینجا غذا می‌خورن. نه ولی ساندویچاتونو خوردم خیلی زایه است. نگو اصلا آبا درست صحبت کنی. یارو باش جوونای پررو هیچ چی بهتون نمیگم. چه طرز برخورد با مردمه؟ مثلا گول ملی داری؟ واقعا از شما انتظار نداشتم اینقدر بیاد و مغرور باشی. برو دنبال کارت، برو دنبال کارت. یه گول ملی هم بیشتر نداره. یادتون باشه ما مردم بودیم، شما رو پشم جمشیدی کردیم. برو آقا دنبال بازیت. ولش کن ما واسه بیا بریم معلومه چیکار. ما معروف پولدارشون میکنیم و اینجوری با اون برخورد میکنم. برو بابا. خیلی خوب بریم. کجا بودی یه ساعت؟ خودت گفتی برم سرگوش آب بدم، من رفتم سرگوش آب دادم دیگه. یه ساعت سرگوش آب میدن؟ نمیگی اینجا منو بشناسن چی میشه؟ خیلی خوب حالا من چی شده؟ حالا چطور بود پیتزایش؟ خیلی خوب، یعنی معمولی بود، همچین مالی هم نبود. یه خسروی داری توقع بیشتر از این که نمیشه داشت. آره بابا همین هم سری زیاده. چه بویی هم داشته غذاش؟ ماشین رو برداشته. من که بوی نمیفهمم. بابا چطور نمیفهمی؟ بوش تو حلقمه. نه من بوی حس نمیکنم. حالا بلش کن بابا. اصلا آره بابا وعید میدونی که اصلا من عین خیالم هم نیست این چیزا. حالا بنده خود جوونه داره کار میکنه، تقی به تقی خورده یه دو سالی اسمش افتاده سر زبون ها دیگه، تقصیر خودش هم نیست حفظی که. آره مثل دوره ما نیست که تو هر پستی چهار تا بازیکن گنده اسمی باشن. میخواستی برسی به تیم ملی بیچاره میشدی. مثل الان نبود که هرکی سرشو بندازه پایین بیاد تیم ملی. آره اینا تقصیر خودشون هم نیست وعید، آبت بگم سیستم خرابه. آره حالا کار خوبی هم کرده پیتزا فروشی زده. چرا؟ چون الان دو سال دیگه شرایط که عوض بشه دیگه کسی با اینا قرارداد نمیبنده که. الان تو هرکی به هرکیه باید به فکر خودشون باشن دیگه. آه آقا خیلی بیجا کرده پیتزا فروشی زده بغل ساندویچی من. این همه جا بعد میذاش من شیشه مخوزش بیارم پایین. اینم بد فکری نیستا. چی؟ این که شیشه شی بیاری پایین. دور بزن دور بزن. آقا چرا چرتو پرت میگی دیوونه ای؟
بابا من یه چی گفتم. نه جونه پژمان، گوش بده این چی میگم. دوباره میشه تیتر یک روزنامه ها، عکست میره رو همه مجله ها. تیتر رو نگاه کن، پژمان جمشیدی شیشه پیتزا فروشی خسرو حیدری رو پایین آورد. تیتر رو ببین، تیتر یکه. دور بزن آقا، دور بزن. آقا وای دل کن. به من چه؟ اصلا من واسه خودت دارم میگم. اون بوش چرا دماغ من بیرون نمیره؟ اه. من بوی نمیفهمم. چطور نمیفهمی؟ همه ماشین داره بوی غذا میاد. نه. باز کن کاپشن تو. باز چی؟ باز کن، دارم خفه میشم از بوی. آقا شیشه رو بده پایین. باشه شیشه رو میدم پایین. باز کن کاپشن تو. بابا سردمه. وای. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. پاره میشه، خیلی خوب. وایسا وایسا. عید باز کن کار. چطور من عصبانی نه؟ وایسا وایسا. بابا وایسا. این چی چی کار میکنه؟ این چیه؟ ارسال مواج با پنیر اضافه. چی؟ اسم ساندویچ مخصوصش بود. خیلی بی‌معرفتی. بابا چیکار کنم؟ از صبح تا الان چی نخوردم، گرسنه‌ام بود. وقت باید بری از خسرویدری ساندویچ بخری بیمرام. از دشمن من؟ چرا شلوغش میکنی؟ دشمن کجا بود؟ تو اخراجی. گفتی اسمش چی بود؟ ارسال مواج با پنیر اضافه. چه بوه مزخرفی هم داره. آقای جمشیدی از شما برای این آشغال بریزی تو خیابون. اشتباهی میکنم با تو میام بیرون. حالا کجا داری میری؟ خونه عشقی. منو بس چی داری میبری اونجا؟ به من چی که بلنشم میام خونه شریک تو؟ یعنی چی ناسلامتی تو مدیر برنامه می؟ تو که همین الان من اخراجم کردی. ولم کن بزن برم غذا ما بخورم دیگه. او وای دلوازی در نیار دیگه، الان تمام میشه و هم میریم یه چیزی میخوری. حالا چی کار داری با این یارو؟ چی میخوای بهش بگی؟ گفتم که میخوام تکلیفمو باهاش روشن کنم. یا بیا درست کار کنه یا سهم منو بخره، من برم دنبال زندگی، پولمو بده. با پول سهمت میخوای چیکار کنی؟ فکرم اونجاش هم کردم آقا وحید، میذارم رو پول پیش خونه. آفرین، واقعا آفرین. یعنی من به این شعور اقتصادی تو حسودیم میشه؟ آفرین. چاکرت. چاکرتی با مرک. ملک بفروشی بذاری رو پول پیش خونه؟ با خونه ندارم. خب یه خود صبر داشته باش. بذار یه 4 روز بگذره یه چیزی واسه پیدا میکنیم دیگه. آقا وحید من یه چیزی نمیخوام. من خونه میخوام. خونه راستکی با پنجره‌های بزرگ، ویو خوب، کمدای زیاد. میفهمی؟ آره میفهمم. نه نمیفهمی. من تو این خونه‌هایی که دیدیم آقا وحید دق میکنم. بعدش هم افسرده میشم یا معتاد میشم، ولی ته تهش حتما میمیرم. میفهمی؟ آره میفهمم. من نمیفهمی. بیچاره حتما خیلی حالش بده که اینجوری میره. ولی به جون پشمان من انقدر دوست داشتم یه آمبولانس داشتم. واسه چی؟ واسه چی؟ آمبولانس داشته باشی تو ترافیک نمونی که. تا ترافیک شد بین آجیلی میزنی بنده اون لاین، بنده این لاین، برو تو خط ویژه، اصلا ورود ممنوع، برو برو تو ترافیک. یک حالی میده. وای تو واقعا بی‌عاطفه ای. وای معلوم نیست یه بدبخت تو چه حالیه که این آمبولانس داره اینجوری میره و تو یه همچین حرفی میزنی؟ وای تو خجالت نمیکشی؟ خیلی خوب بابا، فهمیدم خجالت کشیدم. ولی بعدم نگفتی ها. وای رفیق سراغ نری آمبولانس بفروشه؟ وحید چی شده؟ این همه آمبولانسه نیست که از ما سبقت گرفت؟ فکر کنم خودشه. اینجا چی کار میکنه؟ ما هم همین دیگه منتظریم. ببینیم چی میکنه. آقا شرمنده چی شده؟ یکی از همسایه‌مون سکته کرده میگن.
خونش اینجاست؟ بله چطور مگه؟ وای بدبخت شدم. حالا از کجا میدونی عشقی این همه آدم اینجا زندگی میکنه؟ من به قول میدم اون نیست. آقا معذرت میخوام اسم این همسایه‌تون که سکته کرده چیه؟ عشقی. آقا دیدی بدبخت شدم وای. شلوغش نکن. این همه آدم سکته میکنن فرقه بلند میشن فروپا. من قول بهت میدم چیز خاصی نیست. فکر کن بجوان جمشیدی بی پول باشه زشت یه زن به موقعیت شما یه من فکر کن حالا خوب شد بدبخته بیچاره شدی من مشکل ندارم بقیه مشکل دارم خوب نیستم اومدم استعفا بدم عکس منو دادی برای خائنین فرهنگی واسه محکم کاری گفتم یه دونه از این نواره سیاه بزنن رو چشمت نکنه واقعا بچه‌هامو خنگ باشن مگه هر کی سکته کنه میمیره آقای دکتر شما دارین گریه میکنین؟ چند نفره میشه دیری بزنی بابا حالا پایتخت شیراز کجاست آفرین سوال خیلی خوب کرد آخر قسمه اما قصه آخرم این نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست آرزوهای